سلام خدمت تمامی همراهان عزیز سازمان مهاجرتی پرشین مایگرام و بار دیگه مفتخرم که در خدمت یکی از کلاینت های عزیز مجموعه که در کشور استرالیا هستن و اسکانشون رو شروع کردن، کار زندگیشون رو شروع کردن، در خدمتشون باشم تا در مورد مسیر مهاجرتشون بیشتر با هم صحبت بکنیم. جناب آقای میرباقر، من در خدمتتون هستم. عرض سلام خدمت همه عزیزان، دوستان، کسانی که شروع نکردن، کسایی که تو راهن و کسایی که منتظر ویزا هستن. من در خدمتتون هستم. هر سوالی که دارید قبل مهاجرت، عین مهاجرت و حتی بعد مهاجرت راجع به هر چیزی که سوالی باشه من در قربون شما. ممنون. اول بفرمایید کدوم شهر و منطقه تشریف دارین؟ من شهر ملبورن هستم، منطقه سنت کیلدا. بسیار هم عالی. خب جناب میرباقر، می‌خوایم از اولین روزی که به فکر مهاجرت به استرالیا افتادین شروع بکنیم. چطور با پرشین مایگرن آشنا شدین و می‌خوایم بدونیم تا روزی که رسیدین استرالیا چطور پیش رفت؟ خب واقعیتش من سال 2018 یه سفر توریستی داشتم، چون برادرم فکر کنم سال 2011 مهاجرت کردن، ایشون هم ملبورن هستن. 2018 من توریستی با خانواده اومده بودم اینجا و خب تفاوتاشو با ایران دیدیم و خب برای بچه‌ها مخصوصا خیلی برام جذاب بود که اگه این شانس رو داشته باشیم که ادامه زندگی اون اینجا باشه که خب خیلی عالی میشه. اصلا اون موقع ما برگشتیم فوریه 2018 بود، برگشتیم به فکر مهاجرت افتادیم، جایی هم نرفتیم، صاف مانی پرشین مایگرنت، چون برادرم هم قبلا با همین سیستم رفته بود جلو، با خودتون کار کرده بود، به حال پیشنهاد ایشون بود، ما مستقیم با خود پرشین مایگرنت شروع کردیم. ولی خب یه پروسه خیلی طولانی مدتی شد به خاطر حالا قطعا کووید هست و خیلی از بچه‌ها درگیرش بودن مشابه. روز اول که تشریف آوردی من در خدمتتون بودم، احتمال مهاجرتتون چند درصد می‌دیدین؟ واقعیتش من خب 2018 که اینجا بودم با دو تا از وکیلایی که اینجا بودن، یکیشون خب استرالیایی بود یکیشون ایرانی بود، صحبت کردم. اینا شانسی برای من زیاد نمیدیدن، چون که من رشتم مکانیک جامدات بود و خب بعد خب بازه سنیم امتیاز بندی هایی که چک میکردن گفتن قطعا شما باید پیتی 79 بیاری، شاید ناتی هم باید بدی. تو اون زمان، تو اون بازه زمانی امتیاز خیلی بالایی برای این رشته خب میخواستن و این دو نفر من رو اصلا شانسی رو برای من ندونستن. خب تهران که اومدم شما یه متنی رو جلوی من گذاشتید و گفتید از این متن چی متوجه میشی. خب من دیدم یه سری توضیحات هست راجع به رشته کاری خودم بوده، یه سری دروس و متون که توی کارگاه ما گذرانده بودیم تو دوره دانشگاه و دیدم بی ربط نیست. شما فرمودید که از این چی متوجه میشین؟ من خدمت عرض کردم که دقیقا کاری که توی کارگاه توی دانشگاه انجام میدادیم همین بوده. شما گفتید بسم الله، ما هم موقع قرارداد بست. خب خدا رو شکر. من توضیح خدمت بینندگان عزیز بدم که اکثر مشاوره هایی که به جناب آقای میرباقر داده بودن در مورد مهندس مکانیک بود، مکانیکال انجینیر. اما ما حالا با اون پشتوانه و تخصصی که در پرشین مایگرن هست، از روز اول که بنده خودم فهمیدم آقای میرباقر دستی به آچار دارن و فنی هستن، صحبت رو با شغل متال ماشینیست و بحث تراشکاری شروع کردیم و قاعدتا با سطح امتیاز. با چه نمره زبانی ویزا گرفتیم؟ من 65 پلاس پی تی بودم. و چه ویزایی گرفتین؟ من 190. 190 اقامت دائم ویکتوریا. خیلی بهتون تبریک میگم، مبارکتون باشه. مسیر سختی بود تا ویزا بگیرین؟ واقعیتش سختیش بعد از اومدن شروع میشه یه جورایی. یه جورایی فراز و نشیب خب خیلی زیاده، چون قوانین همیشه در حال تغییره، یه روزایی سخت‌تر میشه، یه روزایی راحت‌تر میشه. ولی خب من چیزی که به همه دوستام، کسایی که دارن شروع میکنن، خیلی کسا پیشنهاد دادم، خیلی کسا هستن بچه‌ای که ویزا گرفتن، دوستای خودم، دوستای دانشگاهم بودن، پیشنهادی که دادم اینه که هر چقدر زودتر شروع کنید بهتره. و قوانین تغییر میکنن. فقط شروع کنید، همزمان زبان شروع کنید، مدارکتون برای اسسمنت جور کنید، هیچ وقتی از دست ندید. هر کاری میکنید همزمان باشه، همه چی. کاری که من کردم، من منتظر اسسمنت بودم، زبانمو دادم، امتحان زمانم که آماده شد یک ماه بعد اسسمنت هم جوابش اومد، من فقط رفتم دیگه برای دعوتنامه. بله. منو دقیقاً 3 سال ویزا بود که در اونم از دستش کسی کاری برنمی‌واد، چون که
همه درگیر کووید و اون تأخیری که بابت پروسه ویزا شده بود همه درگیرش بودن، که نهایتا ژانویه 5 ژانویه 2023 که بود ویزای من اومد. به سلامتی. من خاطرم هست آقای میرباقر، موقعی که ما پرونده شما رو دعوتنامتون رو از ویکتوریا گرفتیم و لاجمنت رو انجام داده بودیم، داشتید صاحب یک فرزند میشدین، درسته؟ یعنی فرزند شما قبل از ویزاتون به دنیا اومدن. بله. و یه نگرانی نسبت به این داشتین که ممکنه این باعث بشه که طول زمان ویزاتون طولانی‌تر بشه، ولی همکاران هپایدی رو فکر کنم خیلی سریع گرفتن، ویزاتون تأخیری نداشت و ویزای فرزندتون هم اومد. نه به این شکل شد که البته توضیحات بدم، من موقعی که متوجه شدم که فرزند دوم تو راه، من اومدم پیش خودتون صحبت کردم، گفتم من نیاز هستش که اطلاع بدم. شما گفتید که قطعا هر تغییری تو هر چیزی که به وجود میاد شما باید اطلاع بدید. خب من اون اطلاع دادم، چون چند هفته بودش که ما مطلع شده بودیم که خب فرزندمون تو راه، ما مدارک پزشکی رو خدمت همکارتون دادیم، یادم نمیاد اسمشون چون چند بار عوض شدن بچه‌ها، توی قسمت EOI بودن و مدارک رو دادیم، مدارک پزشکیمون رو، و کامنت گذاشتن که یه فرم مخصوصی رو پر کردن که شرایط جدیدمون رو به دولت استرالیا اعلام کردن. خب ما نگرانیمون بود که اگه ویزامون بیاد و ویزای اینی که تو راه نیاد چی میشه. به هر حال به محض اینکه آره شانس اینو داشتیم که هپایدی بگیریم، برای هپایدی جدید بگیریم، خب دقیقا موقعی شد که ماها، من خانومم و دخترم مجدد بعد از 3 رفتیم با هپایدی جدیدمون رفتیم دوباره تست پزشکی، برای فرزندمونم یه هپایدی جدیدی صادر شد بعد از ما، تقریبا 3 بعد از اینکه ما دوباره مدیکال دادیم، بعد از تقریبا 3 بعدش مدیکال پسرم هم در واقع هپاییدیش اومد که دونستی مدیکال ایشون هم بدیم. بسیار عالی. خب جان میرباقر، من میخوام یکم دستبندی شده با هم صحبت بکنیم و میخوام صحبتهای قبل مهاجرت رو اول ببندیم بعد بریم سراغ ورود شما به استرالیا باقی ماجرا. خیلی از دوستان هستن که الان از طریق مشاغل آفشور TRA میخوان اقدام بکنن، حالا بحث تراشکاری و CNC میتونه باشه، جوشکاری، کابینت سازی و غیره. خب خیلی از دوستانی که در ایران هستن به همدیگه دسترسی ندارن، کسانی که مصاحبه رو دادن، کسانی که هنوز ندادن. شما به عنوان فرد موفق در یکی از پرونده‌های آفشور در واقع بحث هم متال ماشینیست، به دوستان تراشکار و همسنف خودتون، دوستان مکانیک که به قول معروف حالا کار فنی انجام دادن، در مورد مصاحبه TRA چه اطلاعاتی میتونین بدین و چه نصیحت هایی میتونین بکنین؟ واقعیتش خب من مصاحبه که داشتم خب متال ماشینیست بود، ما با رشته فیترن ترنر هم یکی هست مصاحبمون، و حتی شخصی که مصاحبه میکرد تو اون زمان یک نفر بود. چیزی که بهشون میتونم بگم، خب یه سری متریال ها هست، گوشیم افتاد اینجا، همیشه ایراد نداره. در واقع توی این دورشته خب متریال زیاده، ما خودمون بچه های متال ماشینیست یه تعداد همدیگر پیدا کردیم، یه گروهی رو تشکیل دادیم که خیلی باز هم مشاوره گرفتیم، که عمدتاً همون هم باز بچه های پرشیه شدیم، یعنی هر کی صحبت میکرد با کی قرار داد بسی گفتن پرشیه، همه با هم به قول معروف ارتباط گرفتیم، همون زمان الان هم ارتباط داریم، یعنی خیلی هم همه اومدیم تو ویکتوریا ملبورن و همه با همیم، از اون موقع شروع شد و تو اون گروه خود با اطلاعات خوبی بود که با هم دیگه شیر میکردیم. هنوزم بچه‌ها اگه سوالی دارن از هم دیگه میپرسیم، حالا بازم هر کمکی بخواد، چون الان شرایط عوض شده، اون موقع خب TRA رو ویکتوریا یونیورسیتی اسسمنتش رو انجام میداد، ظاهرا الان فکر میکنم اصلا وتاسس شده. درسته. نه سوال من بیشتر از این جهته که دوستانی که هم رشته شما هستن چه چیزهایی رو باید بدونند یا انجام داده باشن که بتونن از پس اون مصاحبه بر بیان. ببین چیزی که هست باید دست به آچار بشید، هم فرمایش شما اول مصاحبه هم واقعا باید تو خونت باشه که ابزار رو بشناسی تا حدودی، ارتباط داشته باشید، چون فهمش هم واسه خوندن این جزوات یا متریال ها یوتیوب چرخیدن ها بهت خیلی کمک میکنه، و براش هم از لحاظ زمینه کاری فراوون، یعنی من رشته فیتر انترنر متال ماشینیست حتی کابینت میکر رو به بچه ها میگم فقط بیاید، خیلی عالیه، خیلی عالیه،
واقعا اصلا شما بیکار نمیمونید، فقط یه مصاحبه خوب اگه بگیرین قطعا میتونید موفق باشید. ولی خب از لحاظ مصاحبه خب تا میتونن یوتیوب ببینن چیزهای مرتبط رو، حالا برای خود ما رشته دستگاه سی ان سی بود، دستگاه تراش بود، ابزارهای برشی بود و حال و خب خیلی مهمه، یه چیزی مهمتر از همه اینا یک برخورد خوب، یعنی واقعا کسی که مصاحبه میکرد اون روز با من برای اسسمنت هم از دانشگاه ویکتوریا یه آقایی بود که 5 نفر قبل من مصاحبه کرده بودن باشون، 3 تاشون رد شده بودن، یعنی سخت بود واسه اینو میخوام بهتون بگم. دقیقاً یک رابطه خوب اگر بگیرید با فرد مصاحبه کننده، چه کسی که اسسمنت داره میگیره چه کسی که میاد اینجا مشغول به کار بشه، یه رابطه خوب، چون خیلی آدم خونگرمی ها واقعا من ندیدم جایی مثل اینا خونگرم، خیلی خیلی اگه یه وارماپ خوب داشته باشید یه ارتباط خوب بگیرین اصلا همه چی حل میشه، انگار خیلی از نقصان هایی که در طول مصاحبه اگر هم داشته باشی نادیده خواهند گرفت، چه مصاحبه که اینجا برای کار میخوای بکنی چه اسسمنتتون. ولی خب متریال تو یوتیوب بسیار زیاد هست، میتونن کمک بگیرن، بچه‌ها هستن، خود پرشین هم میتونه بچه‌هایی که با هم هستن متال ماشین هستن تو این رشته خاص حالا میگم به هم ارتباط بدن که بتونن به هم دیگه کمک کنن. خود شما هم قطعا تجربه این همه پرونده موفق تو رشته خودمون داشتید که الان ما 7-8 از دوستای خودمون که با پرشین بودن همه تو ملبورن هستن، رشته هم متال ماشینیست و همه مشغول به کارن مرتبط. بسیار هم عالی. خب حالا من به عنوان یکی از دوستان شما که شاید هیچی هم از استرالیا ندونه برامون تعریف کنید، از اولین لحظه‌ای که با خانواده و دو فرزندتون وارد استرالیا شدین، در مورد پیدا کردن شغل، مناطقی که دیدین، پیدا کردن خونه، شرایط بچه‌ها، چه خدمات اجتماعی، چه خدمات دولتی، هم سختی‌ها، هم خوبی‌ها، هر چی که به ذهنتون میاد رو اگه تعریف بکنین ممنون میشیم. اول اینکه تصمیم مهاجرت سخت‌ترین تصمیم زندگی برای خود من بود، شاید برای خیلی‌ها همینطور باشه، ولی در این حال بهترین تصمیم برای خود من و حتی خیلی از بچه‌هایی که باشون نزدیک هستم و الان شاید قبل من مهاجرت کردن یا به تازگی اومدن، تصمیم سخت ولی تصمیم خیلی شیرین و سنجیده‌ای هست. هر مسیری هم داشته باشید توی زندگی فراز و نشیب خودشو داره، قطعاً در پس همه اینا یه خوشنودی و لذتی داره، مخصوصا وقتی با خانوادت باشی و با بچه‌ها باشی. خب به هر حال ما وارد اینجا که شدیم، من چون شانس اینو داشتم برادرم بود، یه مدتی چند هفته‌ای با برادرم بودم و ولی از همون روز دوم ما دنبال خونه گشتیم، به خاطر اینکه اینجا خونه پیدا کردن یه معضلی شده یه مقدار. دلیلش هم اینه که حجم مهاجری که اومده یه مقدار بالاست و در دوران کرونا چون ساخت و ساز شکل نگرفته اینجا، چون بیشتر متریال ها واردات انجام میشده از کشورهای دیگه مخصوصا از چین، مرزها بسته بوده و در واقع ساختمون سازی توش رونق نداشت تو این دو سال و نیمی که مرزش بسته بود. بر همین الان در واقع یه گپ زیادی بین سپلای اند دیمند هست که در واقع مهاجر زیاده ولی اونقدر خونه راحت پیدا نمیشه، برای همین یه مقدار چالشی ترین چیزش همین خونه پیدا کردنه. ولی خب من خودم پیشنهاد اجاره 6 ماه قبل رو دادم، 6 ماه در واقع از قبل پرداخت کنم رو دادم و تونستم خونه رو بگیرم. بعد خونه خیلی گشتیم، واقعیتش سخت ترین بخش در واقع مهاجرت هم این بود. ولی خب لحاظ ساپورت ها، خب ببینید ویزا الان خب ویزای 491، ویزای 189، 190 خیلی چیزاشو شبیه هم شده، خیلی بهتر از قبل شده ویزا کاور، مخصوصا ویزای ریژونال. خدمات تقریبا یکسانه برای خانواده ها. خب ما از همون روزای اول رفتیم به سنترلینک مراجعه کردیم، سنترلینک خب مدارک ویزا همونو گرفت، اسکن کرد پاسپورت همونو، یه سری فرما داشت خیلی کامل واضح، شما حتی میتونید کمک ایرانی بگیرید اونجا اگر نتونید در واقع سوالی متوجه نشید. خب خوبه اگه چیز اشتباه متوجه شید، خب شاید به ضررتون تمام شه، شاید برای همین بهترینه که بدونید چی میگن. خب خیلی خوب به ما رسیدی که پرونده اون انجام شد، یک ماه بعد مدیکیر کارتمون رو گرفتیم که در واقع پوشش بیمه خانواده است، 4 نفر هستیم کل خانواده پوشش داده شد. پیشنهاد من بچه‌ها که خب اینجا قبل از اینکه بیان حتما برن سایت های realestate.com.au اپلیکیشنشو نصب کنن، یه سایت جامعیه که با اصطلاحات اجاره کردن خونه، خونه خریدن، بازدید،
تایم بندیاش با اینا از همه الان آشنا بشن، چون بیان اینجا خیلی جدید نباشه واسه شون ندونن. حتی مهمتر از همه اینا مدارک، مدرک گواهینامه از اینجا، گواهینامه از همه چی مهمتر، یعنی مهمترین معتبرترین چیز قانونی مدرک قانونی اینجا گواهینامه است. یعنی بچه ها باید از تهران نیومده آیین‌نامه‌شو بخونن. یعنی سایتی داره که توی ایالت ویکتوریا vicrose.com.au هستش که شما میتونید برید اونجا متریال در واقع آیین‌نامه‌شو مطالعه کنید که اومدید خیلی سریعتر بتونید تو همون یه هفته ده روز اول بتونید آزمون آیین‌نامه رو بدید. آزمون شهریش هم حدودا یک ماه بعد فرصت میدن که اگه این مدرک رو بگیرید حتی برای اجاره کردن خونه بسیار بسیار کمک میکنه، حداقل 50% مسیر رو هموار میکنه واسهتون همین مدرک گواهینامه. هر جا میرید به حال مدرک میخوان شما میتونید این رو نشون بدید. خب این یه بعد قضیه است که خیلی کمک میکنه برای اجاره خونه و حتی همه ادارهای دولتی و غیر دولتی که کار میکنید، حتی برای کار پیدا کردن گواهینامه داشته باشید خودش باز کمک کننده است. و علاوه سنترلی که خب پوشش مدیکیر هست، خب ما وقتی که اومدیم اینجا بچه‌هامون یه سری واکسن‌ها رو زده بودن، ترجمه‌اش آورده بودیم. خب یه سری واکسن‌ها اینجا باید می‌زدن، یعنی دکترها اینجا تعجب کردن که چقدر واکسن زدین تو ایران، ولی خب یه سری واکسن ها رو نداشتن، یعنی ما نداشتیم تو ایران، مثل واکسن آبل مرغون. خب خیلی چیز خوبیه، یه سری واکسن ها رو دوباره زدن اینجا به بچه ها و تا هم واکسن بچه ها رو نزنن یه سری از کاورهای دولتی رو نداریم، مثل فامیلی تکس بنفیت. فامیلی تکس بنفیت در واقع کاری که میکنیم میاد خانواده ها رو کمک هزینه دو هفته ای در واقع دو هفته فورتنایت بهش میگن، دو هفته یه پوششی میده بسته به درآمد خانواده، تعداد فرزندا، یه هزینه در واقع میده. یه دونه از همه مهمترش چایلد کیر سابسیدی است که سوبسیدی است که دولت به خانواده‌ای که فرزندی دارن که میخوان توی چایلد کیر یا در واقع اینجا دی کیر بهشون میگن که روزانه بچه‌هاشون رو بذارن یا مهد کودک بگیر به هر عنوانی، پوشش به اون شکل میدن. خب پوشش‌هاشون اگر شغل نداشته باشی پوشش خوبیه، حتی اگه شغل هم داشته باشی باز خیلی شرایطی داره که چقدر پوشش بدن، بستگی به فیش حقوقیتون، خانواده چند ساعت در هفته کار میکنن، هم پدر هم مادر، به این شکل همه چی بررسی میشه و در واقع اون چایلد کیر سابسیدی هم فعال میشه. ولی اینا همه پروسه زمانبریه، یعنی شما حداقل با 3 ماه در نظر بگیرید، ولی بسته به خودتون داره میتونید سریع کوتاه‌ترش کنید با توجه به پیگیری‌های روتینی که می‌کنید از طریق تلفن زدن به این اداره یا حضوری به رفتن، می‌تونید خیلی کوتاه‌ترش کنید که پیگیری شید و بگید که نیاز دارم به بچه‌ها مطرحشون اینجا واقعا دنبال کارگرش یا خونه گشتن با حضور بچه مقدار سخته. خب من دو تا بچه داشتم، بچه کوچیکم 1 سال نمیش بود، برای همین می‌تونید به این شکل خیلی کمک کننده باشه که زودتر اینا انجام بشه. این از لحاظ دولتیش و کاورهای دولتیش. خب دکترها همه متخصص یا دکتر عمومی همه کارها انجام میدنن. خب هزینه دارویی هم ما ندادیم، واکسن هم هیچ هزینه ای ندادیم، ویزیت هم هیچ هزینه ای ندادیم و خب خیلی خوبه که خانواده های بیمه تکمیلی هم در کنارش بگیرن، مثل هم ایران که به حال پوشش های دندون پزشکی، آمبولانس، چیزای دیگه ای هستش که آفر میدن و داخلش داشته باشن. بیمه تکمیلی که میفرمایین گرون محسوب میشه؟ خیلی بستگی داره به اینکه شما چی رو بخواید ازش، بستگی به سنتون داره، بستگی به مریضی خدا نکرده زمینه‌ای که دارین داشتین داره، همه اینا هستش. هر چقدر سن پایین‌تر باشه مبلغ پرداختتون کمتر، هر چقدر سن بالاتر باشه بیشتره. اگر فشار خون دارید، چه میدونم سابقه قند در خانواده دارید، هر چی هست خب بهتره که بگید، چون اگه نگید بعداً کاور درستی نمیشه. ولی از قبل بدونن خب باشه، یه هزینه بیشتری میگیرن ولی پوشش میدن. به هر حال هزینه های درمان همه جای دنیا توی موارد خاص گرون هست، چه کشور خودمون چه هر جای دیگه. ولی من اینجا خب میتونی مقایسه کنی، اینجا خیلی رقابتی، اینجا مثل ایران نیست که یه چیزی یه محصول خاص یا یه خدمات خاص فقط دست دو نفر دو تا شرکت باشه. اینجا شما میتونید راجع به یک بیمه حداقل 30-40 تا شرکت معتبر پیدا کنید، مقایسه کنید و خیلی رقابتیه. شما میگید من از این بیمه با این مشخصات با این کاورها $200 در ماه من به فرض قیمت دارم، شما میتونید اون قیمت رو بدید، میتونید رقابت رو ایجاد کنید و اونا برای اینکه بیزینسشون داشته باشن میتونن بهتون آفر اونا رو در ادجاست کنن پرداختیتون رو و حتی بیان یه آفر بهتری بهتون بدن. و همین خیلی دستتون بازه به خودتون، یعنی خیلی چیزا هستش
بچه‌ای که الان خب مهاجرت میکنن اینقدر در اون 3-4 ماه اول درگیر کارهای اداریشون و در واقع چیز دیگه هستن، خیلی به این فکر نمیکنن. خیلی خوبه که استیبل شین، خونتون رو پیدا کنید، در واقع چالکرتون مشخص شه، همه این وضعیت ها مشخص، مدیکر کارتتون بیاد، بعدن برید سراغ بیمه. بعد از 3-4 ماه که اومدید برید سراغ بیمه، در واقع ببینید واقعا حالا چی نیاز دارید، واقعا اینجا چیا گرونتره، چیا براتون هزینه برتره، برید سراغ اون پوشش ها. بسیار هم عالی. البته من این توضیح هم بدم آقای میرباقر، قرار بود ما زودتر در خدمتشون باشیم که موقع شب نشه، منتها روز پدر استرالیا بود و فکر کنم که مادر و بچه‌ها رفته بودن بیرون و در واقع سعی با هم داشتن دیگه به خاطر بچه‌ها استراحتشون لطف کردن. الان روی پشت بام مجتمعی که در واقع اقامت دارن ما در خدمتشون هستیم و دیگه دیدیم ویوی هم از ملبورن هست و استخر روفتاپ و آره گفتیم که چرا که نه با همینجا صحبت رو داشته باشیم، اگه باد و اینا داره میاد و سر صدای محیطی به خاطر اونه. خب من زیادم نمیخوام وقتتون رو البته بگیرم، تایم استراحت فردا هم روز کاری شماست و ویکندتون تموم میشه. یک فرزندتون فرمودین الان 1.5 سال، فرزند دیگرتون؟ از موقعی که اومدم به تقریبا 6 ماه گذشته 2 سالش شده، فرزند دیگه هم 7 سال و 8 ماهشه. خب چه خدمات خاصی برای گروه سنی هر دو نفر تا الان از دولت استرالیا دریافت کردین؟ چه خدماتی رایگان بوده؟ چه خدماتی هزینه دار بوده؟ خب این مدارس دولتی اینجا از مدارس خصوصیش هم بهتره، یعنی واقعا خیلی مدرسه مهمه. خب کسایی که بچه هاشون میخوان مدرسه ثبت نام کنن، حالا هر جایی هستن، چه ایران چه اینجا، برای تحقیق میکنن و باید هم تحقیق کنن. خیلی مهمه که دسترسیتون به مدرسه خوب باشه، راحتتر بتونید بچه رو پیکاپ کنید، دراپ آف کنید، خیلی در نظر بگیرید کجا خونه میخواید بگیرید. علاوه پوشش در واقع دولتی هم خب هزینه ما بابت هیچ البته کوتاه بهتون بگم، ما قبل از اینکه خونه پیدا کنیم، تجربه شخصی خودم، بدون هیچ زیق وقتی ما تو همون هفته اول چون خونه هنوز پیدا نکردم، منطقه زون منطقه بندی داره اینجا، شما تو همون زون منطقه خودتون با اون اجاره نامه تو خونه اجاره بکنید. برای همین، برای اینکه من وقت از دست ندم، حالا این پیشنهادی که به همه کسایی که بچه دارن توی هر بازی سنی هستن پیشنهاد میکنم، حتما این خدمات دولتی استفاده کنن. یه سری انگلیش اسکول ها هستن که شما بچه‌تون میتونید برید اونجا بذارین، هزینه‌ای نداره، تقریبا تمام درسای مدرسه دبستان رو پوشش میده. من چون دخترم دبستانی بود، اول دبستان بود، ما در واقع میشه وسط تحصیلات اول دبستانش مهاجرت کردیم رفتیم، خب سوال نگران بودیم که خب درسش چی میشه. اونجا به ما گفتن که این انگلیش اسکول ها هستن، کمن به اندازه شاید مدرسه ها نباشن، قطعا تعدادشون خیلی کمتره، ولی خب این خدمات خیلی خوبه، شما بدون هیچ هزینه حتی میان کارت تردد ترام بهشون میدن، پابلیک ترانسپورت که در واقع شما میتونید قطار اتوبوس از منطقه از جایی که خونتون هست تا جایی که در واقع حتی اسکان موقت اگر دارید جایی از ایر بی ام بی گرفتید یا خونه خانوادهتون نزدیکی دارن هستید، میتونید آدرس بدید، مسافت همونجا محاسبه میکنن، اگر اتوبوس قرار استفاده کنن، ترام استفاده کنن، حتی قطار استفاده کنن، یه کارت به شکل رایگان بهشون میدن که میتونن در واقع بچه‌ها اون کارت هم داشته باشن. و خب این انگلیش اسکول ها تمرکزشون بیشتر روی زبان بچه هاست و زبان بچه ها همه توی یک سطح تقریبا مشابهیه. خب من توی این مدرسه دخترم خیلی از روسیه، خیلی از اوکراین، از ایران، از افغانستان، از ترکیه، خیلی کشورهای مختلف بودن، از کشورهای آفریقایی، از چین، خب توی لول تقریبا هستن که بچه ها یه مقدار احساس راحت تری دارن. اگه مستقیم بخوام من توی خیلی مدارس اینا، خب واقعا یه مقدار سخته فهمه در واقع زبانشون. من با اینکه دخترم من واقعا چند سال کلاس زبان توی ایران میرفت، هم انگلیسی هم فرانسوی تا حدودی مسلط بود، ولی بازم اینجا خب آدم یه مقدار با لهجهشون یه مقدار مشکل داره اوایلش، ولی خب یه مقدار زمان بگذره درست میشه. خب ما انگلیش اسکول ثبت نامش کردیم، خیلی خوب بود، یعنی یک ماه و نیم اونجا رفت، ما در واقع تا خونه بگردیم، یک ماه و نیم تقریبا طول کشید تا خونه بگیریم. این خیلی کمک کرد بهش و با اعتماد به نفس بهتری رفت، پاشو گذاشت توی مدرسه و خیلی زودتر دوست پیدا میکرد، خیلی راحت ادابت شد با بقیه. اینم یه پیشنهادی که به همه دوستان میگم. روی بچه کوچیکم، خب چایلد کیر سابسیدی یا سوبسیدی دولتی که دولت میده یه مقدار زمان میبره،
میگم حداقل شما 2 ماه تا 3 ماه در نظر باید بگیرین، بستگی به دوندگی خودتون داره. میان در واقع بسته به فیش حقوقی خانواده یا حتی کاری ندارن و هزینه های خانواده، میان برنامه‌ریزی میکنن، میگن آقا 80% بیشتر از 84% دیگه پوشش من ندیدم. دانه مثلا حدودا دیگه ارزونترین چایلدکر حدودا $150 در روز هست، تا گرونترینشون که حدودا $200 هست، اینا 84% پوشش نهاییشونه برای یک خانواده. حالا با در نظر گرفتن تمام آیتم هایی که اینا خودشون در نظر دارن، 84% پوشش میدن و شما میتونید بچه رو بذارید توی اون مراکز که نهار میدن، از همه امکانات هست دیگه، از صبح شما 7 صبح تا 6 بعد از ظهر میتونید بذارید. خب این امکان رو ایجاد میکنه اگر خانواده هر دو سر کار برن، پدر و مادر میتونن صبح قبل از اینکه برن سر کار با خیال راحت بچه رو بذارن، آخرین تایم هم 6 میتونن در واقع پیکاپ کنن. برای همین این خدماتش رو خیلی کمک کننده است به خانواده، واقعا خدمات خوبی هستش. ولی خب میگم خیلی باید پیگیر باشید که چون واقعا حجم مهاجر زیاده، پرونده هایی که دست ایناست به همون نسبت زیاده. اگه اداره سنتر لینک نزدیک خونتون یا محل اقامتتون باشه که بتونید سر بزنید چند روز یک بار، اینا نوت میذارن و واقعا رسیدگیشون بهتر میشه. بسیار هم عالی. خب راجع به اشتغال، اول اینکه میخوام داستان اشتغال خودتون رو تعریف بکنین که چی شد و الان کجا مشغول هستین، چی کار میکنین، و دوم دیگه میخوام در خلال صحبتهای خودتون باشه، خیلی از عزیزانی که برای ویزای اسکیل ورکر میان در واقع مشاوره میشن یه سوالی همون ابتدا دارن، شاید سوال ذهنی خود شما هم اولین باری که همدیگر رو دیدیم بود که آیا اگر من این ویزا رو بگیرم و برم استرالیا، یعنی شغل من اونجا تضمین شده است، یعنی به من کار میدن، یعنی اینطوره، و نگرانی دارن که وقتی میگیم نه کار رو باید خودتون پیدا بکنین، نگرانن که نکنه ما بریم اونجا کار پیدا نکنیم. میخوام هم قصه اشتغال خودتون رو بگین، هم به این سوال جواب بدین که آیا اشتغال در استرالیا کار سختی است. واقعیتش بسته به شغلی که من پیدا کردم، خب شهرهای مختلف رو توی این تقریبا 3 ماه و نیم که مشغول به کار شدم شهرهای مختلف رو دیدم، چه شهری مثل ملبورن که شهر بزرگ و صنعتیه و من راحت میتونم بگم صنعتی ترین شهر استرالیا قطعا همینجاست، چه جاهای خیلی کوچیک رژیونال های دور توی ایالت ویکتوری، من هر جا که رفتم همشون نیرو میخواستن، مخصوصا توی رشته خود من که پیش مشتریام که میرفتم واقعا فیتر اند ترنر حتی بیشتر از متال ماشینیست، کابینت میکر عالی، یعنی اصلا اکی بلد چوبه ببره اسسمنت کابینت پاشه بیاد. برای همین شانس کار پیدا کردن خیلی زیاده، ولی خب چند تا فاکتور مهم هستش. من خیلی موفق بودم به نظر من توی این قضیه و کمک برادرم قطعا بود. اول از همه خب راهنماییم کرد لینکدینتون رو، بچه‌ها باید لینکدین خوبی داشته باشن، واقعا توی لینکدین مشخصات درست با توجه به سرچ هایی که میکنن لینکدین در واقع شغل های مشابه رو گیر بیارن، از همین الان نوت برداری کنن، لینکدینشون رو روش کار کنن طبق چارچوبی که اینا روتین، نه زیاد نه طولانی، نه زیاد کوتاه، اشاره کنن به کی فاکتور هایی که باید اشاره کنن راجع به کارشون، سابقه شون، یه لینکدین درست داشته باشن، یه رزومه خیلی خوب و کامل و جامع، نه زیاد باز نه کم داشته باشن، چکیده ولی خب خیلی اشاره به کی فاکتورها شده باشه، راحت کارو پیدا میکنن. و واقعا خیلی مهم هم هستش که باز من چند دقیقه پیش اشاره کردم به یک وارماف خیلی خوب تو مصاحبه. من خب تو مصاحبه اول خودم طرف گفت خب همین الان مشغول به کار بشه، مصاحبه اولم هم بود، خب خیلی خوشحال شدم، ولی وقتی رفتیم بحث حقوقش خب یه مقدار من گفتم میتونم یه مقدار فکر کنم بچرخم، شاید زمان بدم، یه شانس بهتری داشته باشم. همین اتفاق افتاد. هفته بعدش خب مصاحبه دیگری رو رفتم توی یک شرکت دیگری، یک شرکت آمریکایی ایتالیایی هستش که در زمینه در واقع مرتبطه، یعنی یه جورایی من متال ماشینیست هم هستم اینجا، هم در واقع میشه گفتش که مکانیکال انجینیر هستم، یه چیزی بین این دوتا، چون من شغلم به عنوان سیلز انجینیر مشغول به کار شدم اینجا، ولی در واقع فروشی هست که توامان با تکنیکال، شما باید اطلاعات فنی داشته باشید، محاسبات داری، حتی اسمبل یه سری چیزها هم داری. ما شرکتم تولید کننده دیفرانسیل گیربکس کامیون های ولوو هست و سیستم های هیدرولیک تراک ها،
از پمپ گیربوکس تا مدارهای هیدرولیکی هستش به این شکل. واردات از آمریکا و ایتالیا دارن، اینجا هم اسمبل میکنن و در واقع فروشش هستش. فکر کنم پاسختون داده باشم، حالا واسه یه نکته هست من در خدمتم. خواهش میکنم. از درآمدتون، محل زندگیتون، جایی که بچه ها هستن، آرامشی که حالا هست، رضایتتون چند درصده؟ واقعیتش خیلی هی زمان که میگذره به 100% نزدیکتر میشه رضایت آدم. یه مقدار اولش آدم میاد یه مقدار شوکه میشه با خیلی چیزای جدید، ولی فقط به بچه ها میگم که زمان بدید، واقعا زمان بدید. بعد از یه مدت میبینید که به آرامش میرسید که هیچ وقت تجربه نکردید، مخصوصا وقتی میبینید شما بچه دارید و بچه تو میبینید توی فضای متفاوت آموزشی، توی فضای امن آموزشی، با امکاناتی که توی دانشگاه ما شاید نداشتیم، بچه‌تون داره از اول دبستان شروع، از بعد کودک مثلا شروع میکنه و خب لذت ببرید. این برای من بزرگترین دستاورد بود. اصلا هدف من مهاجرت خب قطعا اول آینده بچه‌ام بود، دوم خب قطعا آینده کاری و سطح زندگی خودم بود و آرامشی که قطعا این روزا نیاز دارم، ایرانی ها مخصوصا. ولی خب زمان میگذره، اوایلش خب یه مقدار درگیر کارها هستی، هر چقدر تلاش کنی تو یکی دو ماه اول به خود سختی بدی، رو رزومت، رو مصاحبه رفتنات ناامید نشی، اصلا ناامید. همه بچه‌ای که اومدن همزمان با من، دوستایی هستن که چند ماه قبلا بعد من همزمان با من حتی اومدن، همشون الان سر کارن، همشون راضین. روز اول همون شوکه بودیم راجع به همه این چیزا که این هم کار اداری بود با انجام بدیم، ولی خب اشکال نداره. شما توی کشوری که هیچ شناسه‌ای نداری، شما باید کارت هویتی پیدا کنی، باید بیمه شی، همه این کارا باید توی کشور خودت شاید 30-40 سال داشتی این چیز داره، ولی خب الان میخواید توی یه ماه جمع میشه. یعنی واقعا به نظر من چیزیه که باید براش آماده باشی. یه سری کارهای اداری انجام میدی، دولت هم خودش داره کاراشو انجام میده روتین، با پیگیری‌های خودت میتونی تایم کوتاه‌تر کنی و در واقع از خدمات استفاده کنی. ولی خب خیلی مهمه که اجازه زود کار پیدا کنه آدم، چون که به حال تو کشور خود سر کار بودی، مشغول بودی، اینجا خونه بخوای بشینی یه مقدار سخته. ولی هیچ نگران کار نباشید، کار تو هر سطح و لولی هم پیدا شه، شاید یه ماه بمونی اونجا، شاید دو ماه بمونی اونجا، شاید سه ماه بمونی اونجا، ولی خب کار تو کار پیدا میشه و راحت میتونی کارتو عوض کنی. و اینجا اگر یک سابقه حتی یک ماه دو ماه توی شرکتی داشته باشی که تاییدت کنه فقط شما اونجا بودی، برای کار دوم پیدا کردن هم الان سطح حقوق هم اعتمادی در واقع خیلی بهتون یه رفرنس خیلی خوبی میشه. اما حتی کار والنتیری جا پیدا کنید، بدون حقوق بید کار کنید، تایمی اونجا باشید اون تاییدتون کنن، خیلی کمک کننده است. همین باقی در چه سنی وارد استرالیا شدین شما؟ 38. در 38 سالگی با دو فرزند، یک فرزند 2 ساله و یک فرزند 7 سال و 8 ماهه. بله. اگر زودتر میرفتین چقدر فرق میکرد؟ احتمالاً 4 تا بچه داشتم تا الان. خیلی اینجا نرماله، 4 تا حداقلشه، خیلی بچه میان، چون که واقعا دولت کاری میکنه که نگران آینده بچه نباشه حداقلش. دوست از سطح زندگیت خیلی عالی باشه، خب بیشتر فعالیت کن، ولی خب یه سری فشارها رو از روت برمی‌داره، یه سری ساپورتایی که خب نه که کامل نیست، ولی کمک کننده است، یه سوپاپرتینیانیه. به هر حال اینا رو ما دولت خودمون نمیداد، اینجا هست. خدا رو شکر، خدا رو شکر. به عنوان آخرین صحبت، شاید آخرین نصیحت، پیغام به کسایی که این ویدیو رو خواهند دید، یه دسته دارن فکر میکنن راجع به مهاجرت به استرالیا، یک دسته دارن شروع میکنن، یک دسته شروع کردن، یک دسته ای او آی هنگ، دسته لاج بنتن، یک دسته ویزا گرفتن تازه دارن میان، کلن چه صحبتی با همه این عزیزان داریم؟ واقعیتش خب صحبت من اینه که اصلا وقت داد دست ندن. من به نظرم اصلا فکر نکنن، شروع کنن هر چقدر زودتر تلاش کنن، زودتر پروسهشون جلو بره، زودتر میان اینجا، زودتر لذت میبرن. هر چقدر جوانتری بیشتر میتونی اینجا کار کنی، شانس کار بیشتری داری. اصلا معطل نکنن و کسایی که اقدام نکردن شروع کنن، به هر شکلی که هست شروع کنن، از مهاجرت نترسن. به نظر من سخت‌ترین جایی که آدم بخواد زندگی کنه کشور خودمونه، شرایطش اینجا خیلی راحت‌تری.
ولی خب کسایی که پروسه رو شروع کردن صبور باشن. من به نظرم من و هم دوریای خودمون خیلی تایم یعنی به قول من بدشانس شما که با کووید واقعا بله بر هم طولانی بر هم میگم صبور باشن، اتفاق میفته دیر یا زود ولی واقعا به وقتش میفته، بر هر کسی قسمت خودشه اتفاق میفته، یه مقدار فقط باید صبور باشن، مدارک کامل باشه. خب با کاری که شما میکنید مدارک رو چک میکنید، در واقع از چند تا فیلتر رد میشه قطعا تهش موفقیته. یه خود زمانبر هست، پروسه ها در حال تغییر، استارت رو بزنن، شرایط همیشه تغییر میکنه، امتیاز بندی ها، من روزی که شروع به مهاجرت میکردم امتیاز بندی ها یه مقدار بالا بود، بعد اومد پایین، حتی من از خودم امتیاز پایین تر رو تو رشته خودم داشتم که این من ویزای در واقع 190 گرفت، پرمننت گرفت. برای همین اصلا به شرایط فعلی نگاه نکنن، از همین الان هی بگن آقا من دعوتنامه نخواهم گرفت با این امتیاز، شروع کنه پروسه اسسمنت رو برای جلو، زبان رو بخونه برای 79 پلاس پی تی بخونه. واقعا بین 65 پلاس 79 پلاس دو ماه بیشتر تلاش کردن به نظر من، و واقعا آسون ترین قسمت مهاجرت با استرالیا همین نوع زبان گرفتنشه، واقعا آسون ترینشه، چون به نظر من مخصوصا آزمون پی تی آزمونی نیستش که بخواد ازش بترس، چون خیلی ها بخوان شروع کنن میگن من زبانو چیکار کنم، و واقعا به نظر من آسون ترین قسمتشه، یه ذره تلاش کنن 65 پلاس که راحته، دو ماه بیشتر تلاش کنن 79 پلاس قطعیه. فقط بحث اینه که وقتو از دست ندن بچه‌ای که شروع نکردن، زودتر شروع کنن، کسایی که تو پروسن صبور باشن، امتیاز همیشه بالا پایین میشه، شرایط ان شاءالله همونجوری که پیش میخواید باشه پیش خواهد رفت، و فقط آماده باشید برای اومدن اینجا. هر چقدر میتونید مطالعه کنید داخل سایت های استرالیا راجع به گواهی نامه، راجع به شغل ها، راجع به در واقع همه متریال هایی که بهتون کمک کنه، راجع به خونه اجاره کردن، اینا خیلی بهتون کمک میکنه که اینجا میاد با اعتماد به نفس بیشتری برید توی در واقع سایت ها بگردید، میدونید چه خبره، چون اصطلاح ها خیلی متفاوته با کشورهای دیگه که انگلیسی زبانن، این اصطلاح ها بهتون کمک میکنه که راحت تر جا بیفتید و با کانفیدنس بیشتری به مقابل مردم صحبت کنید، چه تو مصاحبه ها، چه تو خونه پیدا کردن، تو چه تو اداره های دولتی، تو اداره دولتی که هیچ مشکلی ندید، همشون اونام اکثرا مهاجر هستن که نشستن پشت کانته و میدونن شرایطتون رو، خیلی بهتون کمک میکنن. بسیار عالی. ساختمانی که داخلش خونه گرفتین چند طبقه است؟ 9 طبقه. 9 طبقه. یعنی ما فکر میکنم برای اولین بار در تمام لایو هایی که داشتیم یک ویدیویی رو ضبط کردیم از طبقه 10 یک مجتمع مسکونی در قلب ملبورن، در یکی از بهترین مناطق ملبورن البته، که مبارکتون باشه و ایشالله همیشه شاد باشین، جای بسیار خوبی هم هست. ما جز خوشبختی و شادی و دیدن رضایت کلاینت ها واقعا چیز دیگری رو نمیخوایم، و من واقعا میگم تو انجام تمام این مصاحبه ها به خصوص چهره و صداهای گرم و شیرینی مثل آقای میرباقر که آدم از روز اول رو یادش میاد تا تمام تماسا و تمام کارا و خبر دعوتنامه و خبر ویزا، خیلی لحظات شیرینیه. آقای میرباقر از طرف تیم پرشین مایگرن از صمیم قلب بهتون تبریک میگم و خیلی خوشحالم که با رضایت کامل اونجا هستین. امیدوارم هر روز موفق تر از روز قبل باشین، و در مورد خدمات RTO و سرتیفیکیت هایی هم که لازم دارین که میدونین ما در خدمتتون هستیم در دفتر سیدنی، حتما با ما در تماس باشید که اون موارد هم انشاءالله بتونیم توی استرالیا براتون تکمیل کنیم. حتما، چشم، مزاحم خواهیم شد. مراهمی. بازم ممنونم از وقتی که گذاشتیم. قربونتون برم. من اگر حالا در پایین این پست که در اینستاگرام قرار میگیره، با توجه به اینکه شما خیلی باز و خیلی خوب و در واقع با بیان شیوا توضیحات رو دادین، اگر دوستان بعد از دیدن این ویدیو سوالاتی رو بیان در پایین پست مطرح بکنن، ما قطعا مجددا مزاحم شما خواهیم شد، چون که دوستان غالبا قاعدتا دوست دارن کسی که اونجا هست و واقعا پروسه رو انجام داده از بیان خودش از هر دو جنبه خوبی ها، بدی ها، سختی ها و آسانی ها صحبت بکنه. اگر سوالاتی باشه ما حتما یک ویدیو دیگه مجدد مزاحم شما خواهیم شد. خدمتتون هستم هر زمان. من کوچکترین کمکی اگر از دست من بر بیاد برای همه بچه‌ها واقعا دریغ نخواهم کرد، چون که من هم خیلی از کمک بچه‌هایی که از قبل از من اومدن اینجا تو پروسه بودن قبل از من خوب استفاده کردم، و وظیفه خودم میدونم که اگر کوچکترین کمکی میتونم بکنم
در خدمت شما باشم. لطف کردین، ممنونم، متشکرم ازتون. موفق باشید همکارا، سلام ما رو برسونین، بزرگیتون رو میرسونم، شب خیلی خوبی داشته باشین. لطفتون، خدا نگهدار. خدا نگهدار.